با جلسه دوم درس هندسه 3 در خدمتتون هستم. توی جلسه قبل هر چی نکته لازم بود برای هندسه بگم، اینکه اهمیتش چه جوریه، چقدر سوال توی کنکور داره، اینا رو گفتم. حالا اگه دوستان فیلم های قبلی رو دیده باشن و سوالایی هم که حل کردیم و بررسی کرده باشن، باز من یادآوری کنم. ببینید، درس هندسه 3 یکی از درس های خیلی راحت تو مباحث ریاضی بچهای ریاضی فیزیکه و 8 تا 9 تا سوالم توی کنکور سراسری داره و از فصل ماتریسی که ما داریم با هم دیگه کار میکنیم بین 3 تا 4 تا سوال داره. یعنی یکی از مباحثیه که خیلی راحت میتونین روش وقت بذارین و روی سوالاش هم حساب کنین. خب ببینیم، ما تو جلسه قبل اومدیم مفاهیم ماتریس رو توضیح دادیم و خواهشی از دوستان دارم حتما برگردن و فیلم های جلسه قبل رو کار کنن. من یک مرور کنیم، ما اومدیم ماتریس ها رو تعریف کردیم. بذارید من یک سوال کلی هم ازشون حل کنم برای یادآوری. یه دونه صفحه سفید برای من اضافه کنیم بی زحمت. اوکی، مرسی. ببینید، من یه یادآوری از جلسه قبل بکنم. ما اومدیم تو جلسه قبل ماتریس ها رو تعریف کردیم، گفتیم ماتریس ها تعدادی عدد هستن که توی یه سری سطر و ستون قرار گرفتن. ببین، مثلا ماتریس M، ماتریس 2، 3، مثلا 4، منفی 1، 0 و 2. گفتیم ماتریس ها تعدادی عدد هستن که توی یه سری سطر و ستون قرار گرفتن. ماتریس ها رو با نماد با حروف لاتین بزرگ نمایش میدادیم، مثلا ماتریس M یا ماتریس A، و گفتیم به هر کدوم از این عضو هایی که توی ماتریس وجود داره میگیم یک درایه ماتریس. مثلا الان اینجا 2 3 4 و اینایی که اینجا داریم 6 تا از درایه های ماتریس هستن. یه تعریف مهمی که دیگه باز لازم بود توی ماتریس ها بگیم، اومدیم گفتیم که هر ماتریس سطر و ستون داره. مثلا الان اینجا این ماتریس دو تا سطر داره و تعداد ستون های این ماتریس هم همونطور که داریم میبینین 3 تا ستون داره. مشخصه هر ماتریس، یعنی هر ماتریس رو که بخوایم تعریف کنیم، اولی چیزی که میپرسیم میگیم چند تا سطر و ستون داره یا مرتبه ماتریس. ببین، مرتبه ماتریس به ما چه اطلاعاتی میده؟ مرتبه ماتریس تعداد سطرها و تعداد ستونهای یک ماتریس رو به ما نمایش میده و به این شکل هم مینویسیم: سطر ضرب در ستون. ببین، الان توی این ماتریسی که من اینجا دارم تعداد سطراش 2 تا بوده، تعداد ستوناش هم 3 تا بوده، پس این ماتریس یک ماتریس 2 در 3 بوده. این ترتیب رو خیلی رعایت کنید: اولیش تعداد سطرهای ماتریس بوده و دومیش تعداد ستونهای ماتریس بوده. پس این هم مشخصه هر ماتریسه که تعداد سطر و ستونش رو داشته باشیم و اشتباه نکنید که بیاین 2 ضرب در 3 کنین و 6 بنویسین. منظور از 2 ضرب در 3 یعنی 2 تا سطر داره و 3 تا ستون داره. این تعریف ماتریس ها بود که گفتیم ماتریس به این شکل تعریف میشه. و یه نکته که وجود داشت این بود که من خیلی سریع میگم که چون میخوایم به نکاتمون برسیم، گفتیم یه وقتای ماتریس ها رو این شکلی نمایش میدن و من اگه بخوام برای هر ماتریس یک آدرس بدم، یعنی میخوام بگم این درایه 2 توی کدوم سطر و ستون قرار گرفته، پس نکته بعدی آدرس دهی در یا آدرس دهی درایه ها رو میخوام بگیم، آدرس دهی درایه های ماتریس رو میخوایم بگیم. ببین، مثلا من میخوام بگم این 2 توی چه سطر و ستونی قرار گرفته. برای اینکه بتونم آدرس دهی بدم، ببین، وقتی ماتریس شما با M بزرگ باشه، هر درایه رو با M کوچیک نمایش میدیم و آدرسش رو این شکلی مینویسیم: سطر اول، ستون اول. ببین، این I و J، این یعنی الان درایه سطر آیوم و ستون جیوم. خب پس این الان میشه درایه سطر آیوم و ستون جیوم.
مثلا الان اینجا من میخوام اینو دو رو آدرس بدم، میگم ام یک یک شده دو. بخوام سه رو آدرس بدم، ام یک دو یعنی سطر اول ستون دوم شده سه. و مثلا ام دو سه میشه سطر دوم ستون سوم برابر با دو میشه. اینم از تعریف ماتریس ها که کلن، یعنی کل تعریف ماتریس کلن همینه، این که چجوری آدرس دهی بدیم، چجوری مرتبه ماتریس رو حساب کنیم و به این شکلی که اینجا داریم میبینیم. و باز میگم که حروف بزرگ برای نمایش اسم ماتریسه و برای هر درایه ما با حرف کوچیک نمایش میدیم. خب این از این. بعد اومدیم، حالا چون من ماتریس ها رو قبلا هم گفتم، اومدیم انواع ماتریس ها رو توضیح دادیم. بذاریم من باز اینجا بیارم. اینا رو حتما برگردین، هم پی دی اف جزوه هست و همین که فیلم جلسه قبلم هست، حتما این فیلم رو نگاه کنید. ببین من اومدم ماتریس ها رو تعریف کردم و بعد یکی از نکاتی که گفتیم، گفتیم حالا ممکنه درایه های ماتریس رو به ما نده و ماتریس رو به این شکل تعریف کنه و ما بخوایم اون ماتریس رو بنویسیم. مثلا فرض کن من میخوام ماتریس B رو اینجا بنویسم. برای نوشتن ماتریس B، ببین یه ماتریس 2×2 داریم. یه ماتریس 2×2 یعنی دو تا سطر داره و دو تا ستون داره، به این شکل 4 تا درایه داره. و حالا ما میخوایم این ماتریس 2×2 عضوهاشو بنویسیم. گفتیم که آی شماره سطر و جی شماره ستونه، حتی اگه توی سوال نگفته باشه. خب الان اینجا اگه بخوایم آدرس اینو بدیم، این یک یک بوده، یعنی سطر اول ستون اول. این یکی بوده یک دو، سطر اول ستون دوم. تو پایینی سطر دوم ستون اول و درایه آخر سطر دوم و ستون دوم. خب این از آی و جی که ما مشخص کردیم. بریم بذاریم اینجا. ببین من اگه توی این بذارم، مثلا فرض کن بی یک یک رو میخوام حساب کنم، میشه 3 ضرب در 1 به علاوه 2 ضرب در 1، خب میشه 5. پس این از درایه اولیش. درایه دومیش بی یک دو، اینو میخوام حساب کنم، میشه 3 ضرب در آیش بوده 1 به علاوه 2 ضرب در جیش اینجا بوده 2، 3 به علاوه 4 میشه 7. پس اینم بوده 7. مورد بعدی بی 2 1. خب بی 2 1 اینجا چی میشه؟ میشه 3 ضرب در 2 به علاوه 2 ضرب در 1 که 6 به علاوه 2 میشه 8. پس اینجا هم میشه 8. و مورد آخر بی 2 2، وقتی جایگذاری کنم میشه 3 ضرب در 2 و علاوه 2 ضرب در 2 که میشه 6 به علاوه 4 و میشه 10. اینم برای یادآوری این که چجوری ما یک ماتریس رو بنویسیم. برای بقیهشون هم همینه، من تو جلسه قبل ماتریس D و ماتریس E رو هم براتون حل کردم. خب بریم جلوتر. بعد که اینو تعریف کردیم، اومدیم چند تا ماتریس دیگه هم معرفی کردیم. گفتیم ماتریسی که تعداد سطر و ستونش با هم دیگه برابر باشه، ببین اینجا نوشتم تعداد سطر و ستون یه ماتریس برابر باشه، اسم ماتریس رو میذاریم مربعی. شکلش هم داره همینو میگه، میگه یه ماتریس 3 در 3، یه ماتریس 2 در 2، یه ماتریس 4 در 4، اسمش هم روشه یه ماتریس مربعی. خب این از ماتریس مربعی. تو ماتریس مربعی دو تا قطر داریم، یکی این قطر اینجا، یکی هم اینجا، یعنی توی هر مربعی دو تا قطر این شکلی داریم. ببین به این قطر که اینجا با رنگ سبز برات مشخص کردم میگیم قطر اصلی و خیلی با این قطر کار داریم. اون قطر فرعی رو اصلا بهش احتیاجی نداریم، یعنی دونستنش هم خیلی مهم نیست، فقط بدونی که قطر اصلی اینه و حالا در ادامه میگیم که به چه دردمون میخوره. خب و حالا یه سری سوال هم از این قسمت حل کردیم و انواع دیگه از ماتریس ها رو گفتیم. ماتریس سطری رو گفتیم که یک سطر داره فقط و تعداد ستوناش میتونه بی نهایت باشه. ماتریس ستونی رو گفتیم که فقط یک ستون داره. و ماتریس صفر رو گفتیم، گفتیم ماتریسیه که همه درایه هاش
صفر باشه و هر مرتبه یا میتونه داشته باشه و با نماد او بزرگ و یه دونه خط روش نمایش میدن. و حالا باز مرور میکنیم چند تا ماتریس مهم دیگه داشتیم، من اینا رو یه توضیح بدم و بریم بپردازیم به درسمون. ببین ماتریس قطری، من گفتم ماتریسیه که اولا که مربعی باشه، پس اینا رو خوب دقت کن، ماتریس قطری، ماتریس اسکالر و ماتریس همانی که به تو خواهم گفت، هر سه تاشون ماتریس های مربعی هستند. اینا ماتریس های مربعی هستند. خب پس ماتریس قطری ماتریس مربعیه که همه درایه های خارج از قطر اصلی صفر باشن. من گفتم منظور از قطر یا قطر اصلی همین قطریه که به این شکل رسم شده. میگه که ماتریسی قطریه که بجز این درایه ها همشون صفر باشن. خب داریم میبینین اینجا. بعدی ماتریس اسکالر، یه ماتریس قطریه. ماتریس قطری چی بود؟ گفتیم همه درایه ها به جز قطر اصلی صفرن. خب حالا میگه ماتریس قطریه که درایه های روی قطر اصلیش با هم برابرن، 3 3 3 یا نمیدونم 4 4 4، یعنی ماتریسی که فقط قطر اصلیش با هم برابرن و بقیه صفرن. و ماتریس آخری ماتریس همانی. حالا اون اسکالر رو داشته باش که همشون با هم برابر بودن، حالا اگه همشون یک باشن بهش میگیم ماتریس همانی یا ماتریس یکه یا ماتریس واحد که با آی نمایش میدیم، آی ان. و منظور از آی ان، ان همون مرتبه ماتریسه. اینو بگم توی ماتریس های مربعی به جای اینکه مثلا من بیام بگم یه ماتریس 3 در 3 دارم، میگم یه ماتریس مرتبه 3 دارم. مثلا وقتی می نویسم آی 2 منظورم آی 2 در 2. اینا رو دیگه چون هر دوتاش یکسانه به اختصار فقط یه دونش رو می نویسیم. و اینم از تعریف این ماتریس ها. دو تا ماتریس دیگه هم تعریف کردیم که خیلی اهمیت داره و معمولا بچه ها این دوتا رو با هم قاطی می کنن. یکی ماتریس پایین مثلثی و یکی هم ماتریس بالا مثلثی. اینا هر دوتاشون باز ماتریس های مربعی هن. یعنی ما هر چی ماتریس تا اینجا گفتیم به جز اون ستونی و سطری ماتریس های مربعی بودن. و کلن اساس ماتریس هایی که ما توی این فصل میخونیم همشون ماتریس های مربعی، یعنی اکثرشون ماتریس های مربعی. ماتریس پایین مثلثی، ببین ماتریس پایین مثلثی به ماتریسی گفته میشه که بالای قطر اصلی صفر باشه. بعد الان ممکنه بگی من قاطی میکنم، خب پایین مثلثی شاید مثلا تو تست حواسم نباشه پایین و صفر بگیرم. ببین اینجوری یاد بگیر، بگو ماتریس پایین مثلثی ماتریسیه که سنگینی داده ها پایینه. ببین داده های ما پایین قرار گرفتن و سنگینی ماتریس اون قسمت پایین افتاده. ببین سنگینی ماتریست کجاست؟ الان توی این سوال سنگینی ماتریس، سنگینی داده های من اون قسمت پایین قرار گرفته. پس ماتریس پایین مثلثیه و بالای قطر اصلیش صفره. برای ماتریس بالا مثلثی مثل همون قبلیه، یعنی با همون حالت قبلی اگه بخوایم بررسی کنیم، میگیم ماتریسیه که وزن داده هاش قسمت بالای قطر اصلی باشن، سنگینی داده هاش اون قسمت بالا هن. پس بنابراین پایینه این قطر اصلی داده ها صفر میشه. پس اینم تعریف ماتریس بالا مثلثی. و یه چند تا سوالم براتون حل کردم، اینا رو میگم که یادآوری بشه و حتما ازتون انتظار دارم که برین فیلم جلسه قبل رو حتما ببینید. خب بعد اومدیم جلوتر، اینا حالا ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی بوده که خب چون جلسه قبل کار کردیم دیگه وقتمون رو روی اینا نمیذاریم. اومدیم تساوی دو تا ماتریس رو گفتیم، گفتیم دو تا ماتریس زمانی با هم برابرن اول اینکه مرتبه هاشون یکی باشه. یعنی هیچ موقع ما نمیتونیم یه همچین ماتریسی رو مثلا 1 2 3 و 4 اینجا باشه، مثلا اینو بیایم با یه همچین ماتریسی برابر قرار بدیم، 1 2 مثلا m منفی n p مثلا q. خب اصلا همچین چیزی نشدنیه بچه ها. ببینید وقتی که یک ماتریس 2 در 2 داشته باشیم، یه ماتریس 2 در 3 داشته باشیم، اصلا نشدنیه که این دوتا ماتریس با هم برابر باشه. پس شرط اولش هم مرتبه بودن اون دوتا ماتریسه. بعد که اون دوتا ماتریس هم مرتبه بودن، با
باید تک تک دارایی هاشون با هم برابر باشن. یعنی وقتی دوتا ماتریس رو روبروی هم قرار میدی، هر دارایی اون با دارایی اون یکی برابر باشه و یه چیز خیلی واضحه. بریم جلوتر. مثلا یه سوال به ما داده، گفته که این دوتا ماتریس با هم مساوی هن. خب ببین وقتی برابرن، این دوتا با هم برابره، این دوتا با هم برابره، اینم با این برابره، پس آ میشه 3 به همین راحتی. و بقیه هم به همین شکل باید حساب کنید. پس تساوی ماتریس هم چیز خاصی نداشت، ولی توضیح دادم که توی امتحان نهایی همیشه شما یه سوال از این قسمت داری. بعد تو قسمت بعدی باز دوباره ماتریس رو باید بر حسب آی و جی می نوشتین. این ماتریس ماتریس آ بود که حالا من توی جلسه قبل اصلاح کردم. این ماتریس آ بود، آ رو داده، بی رو هم داده و گفته بود که این ماتریس ها با هم برابرن. من اینا رو رد میکنم و ضرب یه عدد توی ماتریس هم توضیح بدم، چون اینا رو کم کم داریم میگیم هی برامون اهمیت پیدا میکنه. شما وقتی که یه عدد رو توی یه ماتریس ضرب کنین، داری میبینی اینجا اون عددی که پشت ماتریس ضرب میشه، یعنی به ماتریس آ این بوده، یه دو ضرب میکنی، این دو میاد تو همه اینا ضرب میشه. مثلا ببین این بوده 1 2 -1 میشه 2 4 -2. پس اگه یه عدد رو توی ماتریس ها ضرب کردی، تو همش ضرب میشه. و نکاتی بود که اینجا من توضیح دادم به شما. و ماتریس قرینه هم گفتیم که در یه منفی ضرب بشه میشه ماتریس قرینه یا قرینه ماتریس، اینجوری هم بهش میگیم. و مورد بعدی جمع و تفریق بود که اینم آخرین نکته‌ای که باید یادآوری کنم. جمع دوتا ماتریس یا تفاضل دوتا ماتریس زمانی اتفاق میفته که ماتریس هامون هم مرتبه باشن و بعد دیگه تک تک درایه هاشون رو با هم جمع میکنی. مثلا نگاه کن، میخوای جمع اینا رو بنویسی، این دوتا رو با هم جمع میکنی، این دوتا رو با هم جمع میکنی، اینم با این جمع میشه و اینم به این شکل. پس تک تکشون با هم جمع میشن، یا اگه بینشون منها بود از هم دیگه کم میشدن و جواب به دست میوردیم. خب این خلاصه ای بود از نکات جلسه قبل، اما به اینقدر اکتفا نکنین و انشالله برگردین و نکاتی رو که گفتم رو کامل بررسی کنین. و ضرب ماتریس ها رو من جلسه قبل به شما توضیح دادم، اما میخوام باز چون به خاطر اهمیتی که داره باز ضرب ماتریس رو شروع کنیم. و میتونم بگم به جرئت که 60% ماتریس ها کلن با همین ضرب ماتریس ها حل میشه. یعنی شما اگه اینو بلد نباشید دیگه کلن اصلا ماتریس رو نخون، ولی راحت. خب حالا اگه ما بخوایم دوتا ماتریس رو توی همدیگه ضرب کنیم، چه شرطی باید داشته باشه؟ اینجا رو خوب دقت کن. مثل جمع و تفریق دوتا ماتریس نیست که من بگم مرتبه هاشون یکی باشه. اصلا لزومی نداره مرتبه هاشون یکی باشه، یا اگه مرتبه هاشون یکی باشه حتما لزوما اونا تو هم قابل ضرب نیستن. یعنی یک معیار دیگه ای واسه ضربشون وجود داره. خب حالا بریم ببینیم باید چجوری این ضرب رو انجام بدیم. شرط انجام ضرب همونطوری که اینجا براتونم هایلایت کردم اینه که وقتی دوتا ماتریس آ ضرب در بی رو میخوای انجام بدی، بایستی که تعداد ستونهای ماتریس اولی اینجا با تعداد سطرهای ماتریس دومی برابر باشه. اینجا رو خوب ببین. فرض کن ماتریس اولی M در N باشه، یعنی تعداد سطرهاش M و تعداد ستوناش N باشه. خب برای ماتریس B تعداد سطرهاش N باشه و تعداد ستوناش P باشه. ببین این ضربه در صورتی قابل انجامه، ببین اینجا رو، که تعداد ستونهای ماتریس اولی با تعداد سطرهای ماتریس دومی برابر باشه. فقط شرطش همینه. خب حالا اگه برابر بود و ما تونستیم اون ضرب رو انجام بدیم، ماتریس نهاییمون چند در چند میشه؟ میگیم اونم دقت کن، اونم اینجوری به دست میاد. وقتی که ضربت قابل انجام باشه، اینو دقت کن، M اینجا هم P، سطر اولی میاد اینجا قرار میگیره، ستون دومی هم میاد اینجا قرار میگیره. یعنی اینجا یه جوری به هم ربط دارن. شرطش اینه که ستون اولی با سطر دومی برابر باشه و وقتی که برابر بود ماتریس ضربمون میشه M در P. یه مثال عددی بزنم راحت تر. 2 ضرب در 3، 3 ضرب در 4.
یه ماتریس 2 در 3 داریم و یه ماتریس 3 در 4. اول اینکه بگین آیا این قابل انجامه یا نه. ببین اینجا 3 داریم، اینجا هم 3 داریم. پس چون تعداد ستون‌های اولی با تعداد سطرهای دومی برابر شد، پس این ضربه قابل انجامه. خب حالا که قابل انجامه یه جواب میده، مثلا میشه سی. این سیه چند در چنده؟ میگیم این سیه بوده 2 در 4. خب این از مفاهیم اولیه که توی ضرب ماتریس ها ما لازم داشتیم. خب حالا بریم ببینیم که چجوری این ضرب رو انجام بدیم، یعنی فهمیدیم که این ضرب قابل انجامه، حالا بریم ببینیم چجوری میشه این کار رو انجام داد. خب الان اینجا ماتریس هایی که به ما داده، گفته برای هر حالت ماتریس A ضرب در B و ماتریس B ضرب در A رو حساب کن، و گفته در صورت امکان، یعنی ممکنه که ضربشون قابل انجام نباشه. یه ماتریس 3 در 3 داریم و ماتریس B هم یک ماتریس 3 تا سطر داره و 4 تا ستون داره. خب من اینجا میخوام ماتریس A ضرب در B رو انجام بدم. ماتریس A 1 -1 = 4، 0 0 0 1 2 و 3، ضرب در 1 2 3 -1 -1 0 -2، اینجا هم 3 1 -1 و 0. ببین یه همچین ضربی توی امتحان به شما نمیدن، این ضربش الان میبینی خیلی طولانیه، ولی چون روند ضرب درایه ها و به دست آوردن درایه های حاصل ضرب یک روند تکراری رو داره، واسه همین من اینجا براتون یه ضرب آوردم که تعداد درایه هاش زیاد باشه و همینجا این روش ضرب رو یاد بگیری. ببینیم آیا قابل انجام بود که من اینقدر نوشتم. ببین تعداد ستون های اولی با تعداد سطرهای دومی برابره، پس ضرب من قابل انجامه و جوابی که این ضرب به من میده چند در چند میشه؟ یک ماتریس 3 در 4 میشه. پس من اینو مینویسم، من درایه هاشو مشخص میکنم چون میخوام اینا رو حساب کنم. این دایره رو فقط واسه این میکشم که شکل ماتریس هم حفظ بشه و بتونم درایه هاش رو حساب کنم. حالا اینجا رو خوب دقت کن. آدرس این درایه بوده 1 1، هم سطر اوله و هم ستون اول. اینو دقت کن، وقتی من میدونم این 1 1 بوده که زیرش بنویسم قاطی نشه، میام چیکار میکنم؟ میخوام ماتریس ها رو ضرب کنم. دقت کن، میگم که خب حالا که این یه ماتریس 1 درایه 1 در 1 بوده، یعنی آدرسش بوده سطر اول و ستون اول، میگم سطر اول ماتریس اولی رو بگیر و ستون اول ماتریس دوم رو در نظر بگیر. ببین پس این عددی که اینجا نمایش داده میشه، این 1 1 که ما مینویسیم برای این یعنی سطر ماتریس اول ضرب در ستون ماتریس دوم. خب یعنی چی این چیزی که من گفتم؟ ببین من مشخص کردم برای اینکه بتونم این درایه رو بنویسم، میگم سطر اول در ستون اول این یکی، ضرب میکنیم و به صورت عبارت جبری اینا رو با هم جمع و تفریق میکنیم. 1 ضرب در 1 به علاوه منهای 1 ضرب در منهای 1 که میشه 1، به علاوه 4 ضرب در 3 که میشه 12. پس جمع این میشه عدد 14. تا آخر گوش بده، همه رو که بگم قشنگ اینو یاد میگیری. پس اینم از درایه 1 در 1 که به این شکل حساب شد. بریم قسمت بعدی. بعدی هست 1 2.
یعنی سطر اول ستون دوم. بریم اینجا رو من باز پاک کنم. سطر اولش که میمونه و ستون دوم رو باید حساب کنیم. چون آدرس این دلایلی که من میخوام بنویسم سطر اول و ستون دومه. پس حالا این دفعه اینا رو تو هم دیگه ضرب میکنم. چی میشه؟ میشه 1 ضرب در 2 به علاوه منهای 1 ضرب در 0 به علاوه 4 ضرب در 1. خب این میشه 2، اینم که 0، اینم که 4، کلا میشه 6. خیلی خب، اینم از این پاک کنم بریم قسمت بعدی. قسمت بعدی درایه 1 3 رو از ما میخواد، یعنی میگه سطر اول این ماتریس اولی رو داشته باش و ستون سومش رو این دفعه از ما میخواد. پس من اینو پاک میکنم و ستون سوم رو آشور میزنم، یعنی باید این سطر و این ستون رو توی همدیگه ضرب کنم. خب چیکار کنیم؟ 1 ضرب در 3 به علاوه منهای 1 ضرب در 1 به علاوه 4 ضرب در منهای 1. 3 منهای 1 منهای 4 منهای 5 به علاوه 3 میشه -2. پس اینم بوده -2. خب بریم بعدی. درایه بعدی توی این سطر میشه سطر اول و ستون چهارم، آخرین درایه‌ای که توی این سطر یا این ردیف قرار گرفت. خب برم اینجا مشخص کنم. اینجا سطر اول رو داشتیم در ستون چهارم، یعنی بعد این دوتا رو توی همدیگه ضرب کنم. ببین میشه 1 ضرب در منهای 1 به علاوه منهای 1 ضرب در منهای 2 به علاوه 4 ضرب در 0. خب حساب میکنم منهای 1 اینم که -2 که میشه -1 کلا. پس در نتیجه آخریش هم میشه 1. بقیه رو میخوایم همینجوری حساب کنیم. تو همین مثاله ببین چون زمان بره و من دارم براتون حل میکنم، همینجا کامل یاد بگیر. اگه سوالی هم پیش اومد بگو که مثلا فلان درایه رو باید چجوری حساب کنم که من باز برات توضیح بدم. این یه مثال کامله واسه یه ضرب ماتریس ها. خب بریم قسمت بعدی. من این رو پاک میکنم، میخوام بریم درایه بعدی رو حساب کنیم. این درایه آدرسش چیه؟ آدرسش هست سطر دوم ستون اول، یعنی درایه 2 در 1 بوده. خب حالا برای که من بتونم اینو حساب کنم میام این دفعه سطر دوم رو در ستون اولی حساب میکنم. خب برای چی دارم این کار رو انجام میدم؟ میگم چون آدرس درایه ضرب من بوده سطر دوم در ستون اول، پس باید دقیقا همین چیزی رو که برای هاشور زدم رو تو هم دیگه ضرب کنم. پس میشه 0 ضرب در 1 به علاوه 0 منهای 1 به علاوه 0 ضرب در 3. خب نه همشون 0 هن دیگه، پس میشه 0. پس این میشه 0. بریم بعدی رو حساب کنیم. بعدی آدرسش اینه 2 2، سطر دوم ستون دوم. یعنی چیکار کنم؟ سطر دوم ستون دوم هم که اینجا بوده، میگه اینا رو تو هم ضرب کن. اما با توجه به اینکه این همش صفره، بازم نتیجه میگیرم که وقتی ضرب کنم اینم میشه 0. بریم بعدی. بعدی باز میگه که آدرس اینو اگه من بخوام بنویسم میشه 2 3، سطر دوم و ستون سوم. یعنی من اگه بخوام مشخص کنم سطر دوم که اینه، ستون سوم هم که اینجا بوده، اینا رو تو هم ضرب کنیم 0 میشه 0 میشه 0 میشه. پس این قسمت هم بوده 0. و به طور مشابه اگه دقت کنین برای آخری هم 0 میشه 2 4. چرا این اتفاق میفته؟ چون این سطر که هنوز تغییر نکرده، تو آخری هم که ضرب بشه بازم 0 میشه.
اینم از سطر دوم و ستون چهارم که به این شکل کامل درایه هاشون هم حساب کردیم. بریم سطر آخر، باز دوباره میگم یه کار تکراری انجام بدیم که کامل اینو یاد بگیرین و بتونیم بریم جلوتر و باز سوال بیشتری کار کنیم. خب مورد بعدی، من اینا رو همه رو پاک کنم باز. میخوام این دفعه سطر سوم و ستون اول رو حساب کنم. میام اینجا هاشور میزنم، میگم سطر سوم و ستون اول. خب اینا رو تو همدیگه ضرب کن، میشه 1 ضرب در 1 به علاوه 2 ضرب در منهای 1 به علاوه 3 ضرب در 3. خب این که میشه 1، اینم که میشه منهای 2 میشه منهای 1، با 9 میشه 8. پس ببین این میشه 8. و حالا این چون تکراریه من دارم مرور میکنم، اگه تا وقتی که دارم اینو حل میکنم سوالی تو هر کدوم دارین ازم بپرسین. بریم بعدی. بعدی چی نوشته؟ سطر سوم ستون دوم میشه 3 2. خب حالا اینجا باز میام سطر سوم رو در ستون دوم ضرب میکنم، 2 ضرب در 1 به علاوه 0 ضرب در 2 به علاوه 1 ضرب در 3. خب میشه 2 به علاوه 0 به علاوه 3، 2 به علاوه 3 میشه 5. پس برابر این اینجا میشه 5. بریم مورد بعدی. این رو باز پاک کنم. این بوده چی؟ 3 3. باز دوباره میشه سطر سوم و ستون سوم. خب حالا این رو که تو هم دیگه ضرب کنیم میشه 1 ضرب در 3 به علاوه 2 ضرب در 1 به علاوه 3 ضرب در منهای 1. 3 به علاوه 2 که میشه 5، 5 منهای 3 هم که میشه 2. پس این هم میشه 2. و آخریش این هم که اگه حساب کنیم به این شکل در میاد، 1 ضرب در منهای 1 به علاوه 2 ضرب در منهای 2 به علاوه 3 ضرب در 0. منهای 1 و منهای 4 میشه منهای 5. اینم از ضرب این ماتریس. و بازم میگم که این طولانی بودنش واسه اینکه یک مثال آموزشی براتون کار کردم. توی آزمون‌هایی که به ما میده ما هیچ موقع یه وقتی رو برای نمیذاریم، بعد کل اون یه روبی رو که برای هندسه‌مون گذاشته کلا صرف نوشتن ضرب این ماتریس کنیم، که حالا تو جلوتر سوال تست هم براتون کار میکنم. خب تا اینجا اگه سوالی از ضرب ماتریس ها دارین و مشکلی هست بگین که من جواب بدم و بریم جلوتر، چون کلا درسمون همینه. بچه اگه سوالی داریم بپرسین که من جواب بدم. خیلی خوب، پس اوکی، مرسی، ممنونم. خب بریم ادامه بدیم قسمت بعدی. آها فقط یه چیزی ببینیم، آیا اینجا این ضرب رو انجام دادیم، آ ضرب در بی جواب داد. ببینیم حالا آیا بی ضرب در آ هم جواب میده یا نه. پس من اینجا یه چی بنویسم، بیام بی ضرب در آ رو حساب کنم ببینم جواب میده یا نه. اینو که خب دیگه اوکیه. حالا میخوام بی ضرب در آ رو حساب کنم. بی یک ماتریس 3 در 4ه، آ هم یک ماتریس 3 در 3. خب ما گفتیم زمانی ماتریس قابل انجامه که ستون ماتریس اولی با سطر ماتریس دومی برابر باشه. اینجا برابر نیستن، یعنی این ضربه قابل انجام نیست. این داره یه چیز دیگه هم به ما میگه، میگه ضربه که قابل انجام نیست، اگه تو این فکر بودی که آ ضرب در بی با بی ضرب در آ برابره که اصلا اونو کلن دیگه از ذهنت بیار بیرون. ما
ما اصلا یه حالتی برامون پیش اومده که بی ضرب در آ قابل تعریف نیست، چه برسه به این که ما بیایم بگیم همیشه آ ضرب در بی با بی ضرب در آ برابره. یعنی میخوام اینو بگم خاصیت جابجایی که ما توی اعداد داشتیم توی ماتریس ها کلن در حالت کلی رد میشه و اصلا لزومی نداره وقتی ماتریس آ ضرب در بی رو داریم بی ضرب در آ رو هم حساب کنیم و اونم دقیقا با اون برابر بشه. خب ممکنه که این اتفاق هم بیفته و یه جایی با هم برابر باشن، ولی این داره نشون میده که حالت کلیش برقرار نیست. بریم قسمت بعدی. من فکر میکنم حتی ضرب ماتریس هم جلسه قبل براتون کار کردم، ولی با این حال یه دونه ضرب ماتریس دیگه هم خیلی سریع با هم دیگه انجام میدیم که دیگه کامل توی این قسمت مسلط شید. آیه ماتریس 3 در 2 بوده، تعداد سطراش 3 تا بوده و تعداد ستوناش 2 تا. ماتریس B یه ماتریس 2 در 3 بوده. خب ببین من اگه بیام ماتریس آ ضرب در B رو بخوام حساب کنم، ببینم ماتریس چند در چندی میشه. ماتریس آ ضرب در B اینجا رو ببین، این 2 بوده اینم 2 بوده، پس قابل انجامه و در نتیجه میشه یک ماتریس 3 در 3. ماتریس بعدی ماتریس بی ضرب در آ، ببینیم این چه جوریه. ماتریس بی ضرب در آ باز ببین اگه من بیام بنویسمش که مشکلی پیش نیاد و بهتر متوجه بشین، این شکلی میشه. بی ضرب در آ رو اینجوری بنویسم، من بی رو اول بنویسم، بوده 2 - 1 = 1 - 3 - 5 ضرب در ماتریس 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 2. خب الان نگاه کن، این ماتریس بوده یه ماتریس 2 در 3، این بوده یه ماتریس 3 در 2. وقتی که ستون اولی با سطر دومی رو بررسی میکنیم میبینیم که اینا با هم برابرن، پس در نتیجه یه ماتریس 2 در 2 خواهید داشت. این هم یه مثال دیگه برای اینکه ماتریس آ ضرب در بی با بی ضرب در آ برابر نیستش. حالا برای اینکه من یه سوالم حل کرده باشم، این 2 در 2 که کمر رو حل میکنم، ببین این 1 در 1ه، درایه 1 1ه، یعنی سطر اول و ستون اول رو بهمون میده، پس بنابراین سطر اول در ستون اول مشخص کنم، سطر اول در ستون اول به این شکل در میاد. 2 ضرب در 1 اینا رو دیگه تو ذهنتون انجام میدین، به علاوه 2 ضرب در -1 به علاوه 3 ضرب در 1، 2 - 2 = 0 با یه دونه 3 میشه 3. بریم بعدی. سطر اول در ستون دوم رو اگه حساب کنم به من این رو خواهد داد، درایه 1 2 رو خواهد داد. آها پرسیدین که از کجا بفهمین که یه ماتریس چند در چند باشه، چند در چند میشه، منظورتون فکر میکنم اینه. شرطش اینه که ببین دقت کن، الان من میخوام ببینم آ ضرب در بی قابل انجام هست یا نه. میگم اگه بخوام ببینم قابل انجامه، میام این قسمت رو بررسی میکنم، ستون اولی سطر دومی، دقت کن ستون اولی سطر دومی، اگه این دوتا با هم برابر بودن یعنی ضرب قابل انجامه. اوکی این شرط انجام پذیری ضرب. حالا اگه برابر بودن چجوری میبینیم ماتریس ضربش چند در چنده؟ میایم این دوتا عدد رو ببین میایم میذاریم اینجا، اینجا دقت کن، این دوتا عددی که این دو طرف میمونن بعد از اینکه ضربت قابل انجام باشه میگه که 3 و 3 رو میذارم این قسمت، پس یه ماتریس 3 در 3 میشه. یا برای پایینی دقت کن، این دوتا 3 که من اینجا هایلایت کردم برات این شرط انجام پذیری ضرب بوده، یعنی شما اجازه داری ضرب رو انجام بدی. حالا که ضربت قابل انجامه این دوتا عدد دو طرف رو برمیداری میای میذاری اینجا، میشه 2 در 2. متوجه شدی؟ پس به این شکل ما میای اول اینکه شرط انجام پذیری ضرب رو مینویسیم،
و بعد مرتبه اون ماتریس ضرب رو به این شکل مشخص میکنیم و بعد میریم سر وقت درایه های ماتریس. خب این تا اینجا، ببینم اگه فهمیدین بعد ادامه بدم. آها مرسی. خب حالا بیایم اینجا چی شد؟ آها خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ بعد از اینکه این قسمت رو انجام دادیم، میریم حالا اون اعداد رو حساب میکردیم. اینو فکر میکنم توی اون مثال قبلی فهمیدین، حالا باز دوباره توضیح میدم. درایه بعدی رو که میخوایم حساب کنیم، درایه ایه که تو سطر اول و ستون دوم قرار گرفته. خب پس من میام سطر اول این و ستون دوم این رو در نظر میگیرم. همیشه یادت باشه که وقتی داری ضربا رو انجام میدی، ببین اینجوریه، همیشه این قسمت ماتریس اولی همیشه سطره، ماتریس دومی همیشه ستونه. هیچ موقع نیای قاطی کنی اینجا بخوای با ستوناش پیش بری. همیشه ماتریس اولی به صورت سطریه و اینم به صورت ستونی خواهد بود. به این شکل دقت کنین که بعدا اشتباه نشه. خب سطر اول در ستون دوم رو که من میخوام بررسی کنم میشه 2 ضرب در منهای 1 به علاوه منهای 1 ضرب در 1 به علاوه 1 ضرب در منهای 2. اینو که انجام بدیم میشه منهای 2 منهای 2 و منهای 1 میشه منهای 5. باز بریم بعدی. من اگه بخوام بعدی رو حساب کنم، اینو بعد به دست بیارم دیگه، این میشه سطر دوم و ستون اول، یعنی درایه 2-1 سطر دوم و ستون اول. بریم به این شکل، گفتیم که سطر دوم و ستون اول رو بعد در نظر بگیریم و اینا رو توی همدیگه ضرب کنیم. پس میشه 3 ضرب در، اینجا هم که الان گفتیم دیگه، میشه 3 ضرب در 1 به علاوه 0 ضرب در 2 به علاوه 5 ضرب در 3. خب 3 به علاوه 0 به علاوه 15 میشه 18 و آخرین درایه، ببین آدرسشو که بدیم، میشه 2-2 سطر دوم و ستون دوم که به این شکل میشه. و اگه اینا رو توی همدیگه ضرب کنیم چی میشه؟ میشه منهای 3 و علاوه 0 منهای 10 که میشه منهای 13. خیلی خوب، اینم از این ماتریس. ولی باز دقت کن، گوش بده به من. ببین من همه اینا رو گفتم، همین روند ها. ببین اگه میخوای اینو خوب یاد بگیری فقط باید تمرین حل کنی. حالا من اگه بیام 1000 تا ماتریس هم اینجا حل کنم، شما دست به قلم نشی، باور کن یاد نمیگیری. و خواهشی که باز ازت دارم، تو کلاس حسابانم بهت گفتم ما حتما باید بعد جلساتمون شدیداً سوالاتی که براتون کار میکنم و باز خودتون یه مرتبه، مخصوصا هندسه، یه مرتبه خودت کار کن. چون وقتی که من دارم درس میدم متوجه میشی و حتی فکر میکنی که خیلی هم راحته، خیلی کار راحتیه، اینا رو تو هم دیگه ضرب میکنی. ولی وقتی تو عمل پیش میاد و خودت میخوای دست به قلم بشی، یه مقداری برای شروع سخته. و خواهشی که ازت دارم حتما این کار رو انجام بده و این ضرب ماتریسی رو خودت کار کن که توش حسابی قدر بشی. خب بریم قسمت بعدی. من دیگه اون ضرب 3 در 3 شو انجام نمیدم چون زمان بره. بریم یکم به سوالای تستی بپردازیم. بعدی هم که خب دیگه کاری نداره، من اینا رو فکر میکنم جلسه قبلم براتون حل کردم این ماتریس ها رو. حالا با این حال تو جلسه رفع اشکال برای من حل کنین که من چک کنم جواب درست رو براتون بفرستم که اگه جای اشتباه بود خودتون متوجه بشین. این کار رو حتما انجام بدین. مرسی از شما. بریم قسمت بعدی. من فکر میکنم جلسه قبل تا اینجا گفتم، حالا هستش توی اسلاید قبلی، ولی لازم بود که با ضرب ماتریسی رو من توضیح بدم. خب حالا اینجا رو خوب دقت کن. دو تا ماتریس تعویض پذیر. ما الان داشتیم اونجا ماتریس ها رو توضیح میدادیم، گفتیم وقتی مثلا ماتریس آ ضرب در B تعریف میشه،
دیگه نباید انتظار داشته باشی بی ضرب در او اصلا تعریف بشه، یا اگه تعریف شد اصلا نباید انتظار داشته باشی مرتبش با اون برابر باشه، یا اگه مرتبش هم برابر بود نباید انتظار داشته باشی که دوتا ماتریسش با هم برابر باشه. یعنی هزار تا دلیل می آوردیم که آقا ممکنه آ ضرب در بی با بی ضرب در آ برابر نباشه. اما حالا می خواهیم بگیم که توی یه حالت خاص ممکنه که آ ضرب در بی با بی ضرب در آ برابر باشه، ممکنه که آبی با بی آ برابر باشه. خب حالا اگه برابر شد آیا اتفاق خاصی افتاده؟ آیا حالت خاصی داریم یا نه؟ ما میگیم که با یه احتمال 1%، اینکه آقا دو تا ماتریس هم داشته باشیم آب با بی آ تعریف بشه، هم مرتبه باشه و با هم برابر باشه. اگه این اتفاق بیفته به اون ماتریس آ و ب میگیم ماتریس های تعویض پذیر. یعنی به محضی که توی یه سوال تستی به شما گفت که دو تا ماتریس آ و ب ماتریس های تعویض پذیری هستند، یعنی سریع اینو تو ذهنت بیار که آ ضرب در بی با بی ضرب در آ برابر. خب بریم سوال حل کنیم. این سوال فقط یه ایراد داره، اینجا اینو من اصلاح کنم. گفته آیا این دو تا ماتریس تعویض پذیرند؟ اینو به جزوهتون اضافه کنین، چون همین امروز اضافه کردم توی جزوهتون شاید نباشه. گفته آیا این دوتا ماتریس تعویض پذیرن یا نه؟ خب وقتی به من میگه آیا تعویض پذیرن یا نه، میگم که اول بذار آ ضرب در بی رو حساب کنم و بعد بی ضرب در آ رو حساب کنم. اگه حساب کردم برابر بودن میگم این دوتا ماتریس تعویض پذیرن. خب بریم ماتریس آ ضرب در بی رو حساب کنیم. ماتریس آ بوده 5 منفی 3 3 و 5 ضرب در ماتریس B بوده 1 منفی 4 4 و 1. خب آیا این ضرب قابل انجامه؟ اگه قابل انجامه جوابش چند در چند میشه؟ ببین این میشه 2 در 2، اینم بوده 2 در 2. این که بخوایم ببینیم قابل انجامه، آره این دو اینم دو، پس با هم برابرن. خب جوابش چند در چند میشه؟ جوابش هم اگه دقت کنی 2 در 2 میشه. خب پس حالا من اجازه دارم این ضرب رو انجام بدم. ببین انقدر میگم که دیگه قرار نباشه هایلایت کنی، قرار نباشه بنویسی و همینجوری به صورت ذهنی این درایه ها رو میتونی حساب کنی. خب من برای که اینو بتونم حساب کنم میدونم که هست درایه 1 1، سطر اول ستون اول، سطر اول ستون اول. خب سطر اول و ستون اول رو اگه من بیام اینجا حساب کنم 5 ضرب در 1 میشه 5، اینجا منهای 3 ضرب در 4 12، 5 منهای 12 میشه منهای 7. بریم بعدی. درایه بعدی 1 2، سطر اول ببین سطر اول ستون دوم، 5 ضرب در اینجا بنویسم 5 ضرب در منهای 4 میشه منفی 20. خب اینم که منهای 3 میشه منفی 23. خب اینم تا اینجا. بریم پایینی رو حساب کنیم. من اینا رو پاک کنم. بعدی هست سطر دوم ستون اول. سطر دوم ستون اول. خب چی میشه؟ 3 ضرب در 1 3 میشه. 5 ضرب در 4 20 میشه. میشه 23. و آخری که دیگه نور قشنگ یاد گرفتین دیگه، لازم نیست هی بنویسم. ببین بعدم میشه سطر دوم و ستون دوم، 3 ضرب در منهای 4 منفی 12 با یه دونه 5 میشه منفی 7. خب این شد ماتریس آ ضرب در ب. بعد یه دفعه دیگه بریم ماتریس بی ضرب در آ رو حساب کنیم. خب بی ضرب در آ هم یه ماتریس
دو در دو میشه، چرا که میدونیم که اینا هر دوتاشون دو در دو بودن دیگه، مشکلی نداره. خب حالا بیام اینو انجام بدیم. ببین اینجا باز یه ماتریسه دو در دو میشه، بذار یکم کوچیکتر بنویسم اینجا رو. خب برای این قسمت باز من میام میگم که سطر اول در ستون اول 5 منهای 12 میشه منهای 7، بعدی سطر اول در ستون دوم که جواب اینو به ما میده میشه چی؟ منهای 1 ضرب در منهای 3 میشه منهای 3، و منهای 4 ضرب در 20 هم که میشه منهای 20، کلا میشه منهای 23. مورد بعدی سطر دوم در ستون اول چی میشه؟ این 4 ضرب در 5 20 میشه، 20 به علاوه 3 هم که میشه 23، و آخریش هم اگه حساب کنیم به این شکل در میاد، سطر دوم در ستون دوم 4 ضرب در منهای 3 میشه منفی 12 و علاوه 5 میشه منفی 7. دقیقا نگاه کنین، آ ضرب در بی با بی ضرب در آ برابر شد. پس بنابراین ماتریس آ و بی دو تا ماتریس تعویض پذیرن. اینم نکته مربوط به این قسمت. و همونطوری که گفتم، ببین من هر چی نکته دیگه از این به بعد بهتون بگم، ضرب ماتریسی توش دخیله و فقط مهمه که ضرب ماتریس رو خوب بلد باشی و میتونی یکی از کسایی باشی که واقعا تو ماتریس حرفی برای گفتن داره. و اینجوری بهت بگم، ببین ما 3 تا سوال ماتریس داریم تو کنکور میاد، 3 تا سوال راحت هم میاد برای کسی که اینا رو بلد باشه. و من این قول رو بهت میدم بعد کنکور زنگ بزنی پیام بدی بگی که من هر ستاشو جواب دادم. یعنی اینو واسه این دارم بهت میگم، ماتریس مبحثی نیست که شما بخوای توش دوچار مشکل بشی. یا مثلا فرض کن شاید درسایی داشته باشی مثلا مثل هندسه 1 که خب درست ساده است، ولی بعضی وقتا میتونه یه سوالایی بده که مثلا طرف تو اون لحظه نتونه جواب بده. خب بعد بیاد بیرون آزمون بعد ببینه چه سوال اصلا ساده ای بوده، ولی سوالای ماتریس رو نمیتونن بپیچونن، هیچ کارش نمیتونن بکنن. وقتی کسی اصول ماتریس رو بلد باشه اصلا محال ممکنه سوال مثلا سوال بیاد و نتونه جواب بده. خب اینم از ماتریس های تعویض پذیر که به این شکل توضیح دادیم. یه مثال خیلی راحت و معمولی هم زدم برای اینکه متوجه بشین منظورم از ماتریس های تعویض پذیر چیه. و بریم قسمت بعدی. حالا میخوایم وارد یک تست بشیم. همه اینا رو گفتم، ضربای ماتریس رو توضیح دادم که تازه بریم یه دونه تست حل کنیم. گفته اگر ماتریس آ و ب ماتریس های تعویض پذیری باشند، آنگاه حاصل آ به علاوه بی کدام است؟ و من یه نکته رو فقط بهتون بگم. ببینین ذات سوالات ماتریس توی آزمون‌های آزمایشی کلن یه طوریه که ماتریس های یه زمان بیشتری رو به نسبت تستای دیگه میخوان. یعنی اینو تو ذهنتون داشته باشین که سوالات ماتریس و سوالات هندسه در حالت کلی تایم بیشتری رو نسبت به سوالای حسابان میخوان. یعنی یه جوری از الان برنامه ریزی کنین، آزمونهای زمانداری رو برای خودتون مشخص کنین که یه تایم بیشتری رو به سوالات هندسه اختصاص بدین، با توجه به اینکه بتونین سوالای حسابان رو بذارین. یعنی به این نگاه نکنین که من هر سوالم 94 ثانیه است پس برای هر کدوم بعد 94 ثانیه بذارم. به این فکر کن که ماتریسا بعضی وقتا شاید به 100 ثانیه یا 110 ثانیه زمان احتیاج داشته باشه و تو کافیه که از حسابان یه مقداری از زمانش صرف جویی کنی و به هندست بدی. اینو گفتم که حالا حواست توی تستا باشه. بریم و یه سوال تستی حل کنیم. گفته اگر ماتریس های آ و ب ماتریس های تعویض پذیری باشند. تعویض پذیر یعنی چی؟ یعنی آ ضرب در بی با بی ضرب در آ برابره. خب پس من برم آ ضرب در بی و بی ضرب در آ رو حساب کنم.
خب ماتریس اولی 2 در 2، ماتریس بعدی هم 2 در 2، ماتریس نتیجه شون هم 2 در 2 میشه. چرا؟ ببین این شرط انجام ضربه که اوکیه، اینم که جواب ماتریسمونه که 2 در 2. پس بنابراین یه ماتریس 2 در 2 خواهیم داشت. خب حالا بریم و تک تک این درایه ها رو حساب کنیم. دیگه الان با من همراهی کن که من حتی هایلایت هم نکنم اینجا. ببین سطر اول، ستون اول، ولی خب دلم نمیاد، بذارین هایلایت کنم که قشنگ متوجه بشین. ببین سطر اول، ستون اول، 4 ضرب در 1 میشه 4، آ ضرب در 3 هم که میشه 3 آ، میشه 4 به علاوه 3 آ. من اینو پاک کنم، بنویسم 4 به علاوه 3 آ. ببین چی شد، 4 ضرب در 1 که 4 میشه، آ ضرب در 3 هم که میشه 3 آ، اینا با هم جمع میشن میشه 4 به علاوه 3 آ. مورد بعدی، من میام این ستون رو پاک میکنم، ستون دوم رو مشخص میکنم، میشه سطر اول، ستون دوم. اینا رو اگه تو هم دیگه ضرب کنیم میشه 4 ضرب در منهای 2، میشه منفی 8، 2 ضرب در آ هم که میشه 2 آ، پس میشه 2 آ منهای 8. اینا هم پس بنویس 2 آ منهای 8. بریم سطر پایینی. این دفعه من میام چیکار میکنم؟ سطر دوم رو در ستون اولی ضرب میکنم، چون اینو میخوام حساب کنم دیگه. پس بنابراین این ضرب رو که انجام بدیم میشه بی ضرب در 1 میشه بی، اینم که منهای 3 میشه، میشه بی منهای 3. پس من این تیکر رو پاک کنم، اینم میشه بی منهای 3. و مورد آخر، اینو در این یکی ضرب میکنم، بی ضرب در منهای 2 میشه منفی 2 بی، منهای 1 ضرب در 2 هم که میشه منفی 2، میشه منفی 2 بی منهای 2، منفی 2 بی منهای 2. خب این چی شد؟ ضرب ماتریس آ در بیه. ما برای که تعویض پذیر باشن بریم بی ضرب در آ رو هم حساب کنیم. بی بوده 1 منهای 2، 3 2 و آ هم بوده 4، آ بی و منهای 1. بازم یه ماتریس 2 در 2 خواهد شد که بریم اینا رو حساب کنیم. سطر اول در ستون اولی 1 ضرب در 4 میشه 4، ببین میخوام اینا رو ضرب کنم، 1 ضرب در 4 4 منهای 2 بی، پس میشه 4 منهای 2 بی. قسمت بعدی، سطر اولی در ستون دومی، اینا رو که تو هم ضرب کنم میشه آ به علاوه 2، پس این میشه آ به علاوه 2. بریم قسمت بعدی، سطر دوم در ستون اول، خب اینو که ضرب کنیم میشه 3 ضرب در 4 12 به علاوه 2 بی، 12 به علاوه 2 بی. و مورد آخر، اینا رو که تو هم دیگه ضرب کنیم 3 ضرب در آ میشه 3 آ منهای 2. خب حالا این دوتا رو حساب کردیم، کدوما رو با هم دیگه برابر قرار بدیم؟ گزینه 4 رو زدم بچه ها، ببینیم چه جوری میشه. من میام دوتا رو به دلخواه حساب میکنم، اصلا مهم نیست. مثلا میام این دوتا رو با هم دیگه میگیرم، یعنی میشه 2 آ منهای 8 مساوی با آ به علاوه 2، آ میاد این طرف میشه 10. بعد من میام از اینجا 10 رو، خب حالا تا اینجا حساب کردم، بعد میام توی یکی دیگه میذارم، مثلا B رو حساب میکنم، از این دوتا میام B رو حساب میکنم. خب پس میشه B منهای 3 مساویه با 12 به علاوه 2 B. خب الان از اینجا اگه دقت کنی B میره اون طرف، 12 میاد این طرف، میشه منفی 15، B میشه منفی 15. ببین جمعشون منهای 5 توی گزینه ها هست، ولی سری نری بزنی ها، چون ممکنه اصلا بذاریم تعویض پذیر نباشه، یعنی گزینه 4 که وجود داره یه مقداری باید شک کرد. بریم 10 رو بذاریم ببینیم تو ماتریس آ ضرب در بی اگه 10 و 15 رو بذاریم چی میشه.
آ ضرب در بی اگه 10 بذاری میشه 34، اونم که حساب کردیم 20 منهای 8 میشه 12، تو پایینی اگه بی رو به دست آوردیم منفی 15 میشه منفی 18، و تو آخری اگه بذاریم 30 منهای 2 میشه 28. خب بریم ببینیم بی ضرب در آ چی میشه. توی این پایینی بی رو بذارم میشه 30 به علاوه 4 میشه 34، تو بعدی بذارم میشه آ 12 میشه 10 به علاوه 2 میشه 12، تو بعدی بذارم منفی 18، و تو آخری اگه بذارم 30 منهای 2 میشه 28. ببینید متاسفانه یعنی جوابی که دادی اینجا غلط بود و اینجا ماتریس ها تعویض پذیر شدن. پس جوابمون که آی به علاوه بی رو میخواد میشه منفی 5. این جواب گزینه 1 میشه. گزینه 4تون زمانی درست میشد که من میومدم جایگذاری میکردم این دوتا با هم دیگه برابر نمیشدن. ولی الان داری میبینی 34 با 34 برابره، 12 با 12 برابره و اون دوتا دارایی دیگه هم با هم برابر. اشکال نداره، مهم اینه که الان بدونی که اینو چجوری باید حساب کنی و تا این اشتباه نباشن شما راه درست رو یاد نمیگیرین. همین که الان جرأت اینو پیدا کردی که زودتر از دبیر داری کار میکنی، یعنی اینکه برای یاد گرفتنش داری دست شماری میکنی و این خیلی خوبه، عالیه. یعنی چهار شما خیلی بیشتر از یکی که من به دست آوردم بر ما با ارزش بود. خب بریم قسمت بعدی، یه دونه سوال دیگه هم وقت میشه از این قسمت حل کنیم و البته فکر میکنم دیگه لازم نیستش که اینو حل کنیم. البته ببین دو تا ماتریس AB به ما داده، گفته میدانیم AB با BA برابره، یعنی ماتریس ها تعویض پذیرن. حالا ندونیم هم اشکال نداره، گفته دو B منهای A رو به دست بیارید. خب بچه ها اگه من فقط صرفا به خاطر انجام ضرب ماتریسیش میگم، اگه احساس میکنین لازمه من اینو حل کنم و الا هیچ تفاوتی با تست قبلی نداره. حالا اونایی که میگن حل کنیم بگن که ببینیم یه نظرسنجی بشه ببینیم چه جوریه. حل کنیم این تستو. اگه لازمه حل کنیم، اگه نه که خیلی هم عالی. اینه که حل نمی کنم و حتما برای من حل کنین و توی گروه رفع اشکال بفرستین و اگه مهم نبود به اینا رو توی جزوه نمیذاشتم. اینا رو میذارم برای اینکه اگه لازم بود سوال بیشتری براتون کار کنم، به یه تسلط بهتری برسین و الا سوالای بی اهمیتی نیستن که من از کنارشون رد شم و اینا رو واسه این حل نمی کنم که شما الان دیگه یاد گرفتین و باز برای من حل میکنین و میفرستین. اینو فقط به خاطر این حل نمی کنم، ولی اگه قرار باشه حل نکنین همه رو براتون حل میکنم. خب بریم قسمت بعدی. حالا اگه سه تا ماتریس رو خواستیم توی همدیگه ضرب کنیم چیکار کنیم؟ اینو خوب دقت کن. به این خاصیت میگیم خاصیت شرکت پذیری، که اینو خیلی خوب دقت کنیم. ما ببین اگه میخواستیم مثلا 2 ضرب در 4 ضرب در 5 رو حساب کنیم، هر جوری که دلمون میخواست ما این ضرب رو انجام میدادیم. یکی ممکن بود بگه آقا من میخوام اول این دوتا رو تو همدیگه ضرب کنم بعد بیام در این یکی ضربش کنم. یکی دیگه ممکن بود بیاد بگه که من اول اینو در آخری ضرب میکنم و بعد جوابشونو میام در این یکی ضرب میکنم. یا یه حالت دیگه ممکن بود بگه آقا من اول این دوتا رو ضرب میکنم بعد میام تو اولی ضرب میکنم. تو ضرب اعداد ما هیچ مشکلی نداشتیم. اما خوب دقت کن، ما الان توی ماتریس ها به شما یاد دادم، گفتم که آقا توی ماتریس ها شما هر جور دلت بخواد نمیتونی ضرب کنی. وقتی میگیم آ ضرب در بی، لزوماً بی ضرب در آ تعریف مثلا تعریف شده یا اینکه بخواد با اون برابر باشه نیست. پس حواست باشه که ما تو ضربا یه محدودیتایی داریم و محدودیتمون علاوه بر مرتبه ها اینه که اگه چند تا ماتریس توی همدیگه ضرب شده باشن حتماً باید ضرب رو از چپ به راست انجام بدیم. و چیزی که برای ما مهمه اون ترتیبه. شما اگه میخوای ما ضرب ABC رو انجام بدی فقط دو تا حالت برات پیش میاد، یعنی یا اول بیا این قسمت رو ضرب کن
و بعد این ضرب رو انجام بده. متوجه شدی؟ یا اول بیا آ ضرب در بی رو انجام بده بعد برو در سی ضربش کن، یا اینکه اول این دوتای این طرفی رو ضرب کن و بعد به این شکل. یعنی باید به ترتیب پشت سر هم از چپ به راست اینا رو ضرب کنیم. خب حالا چه کاریه وقتی که قرار ما اینجوری ضرب کنیم؟ همونجور به ترتیب ضربشون میکنیم دیگه، لزومی نداره که ما حالا بگیم چون خاصیت اینه بریم اول اون رو ضرب کنیم، شاید اون یکی راحت تر باشه، اصلا اینجوری نیست. به هر حال شما باید همه اینا رو ضرب کنین تو هم دیگه. ببین من الان سه تا ماتریس که اینجا بهم داده که گفته اینا رو توی هم دیگه ضرب کن، میگم باشه من به ترتیب از چپ به راست اینا رو ضرب میکنم. پس این نکته رو حواستون باشه که حالا من خیلی تاکید روش کردم واسه خاطر این بود. خب حالا بریم ببینیم چی گفته و سوال مهمی هم هستا. این سوال و سوال بعدی که براتون حل میکنم اینم یه سوال مهمه. سوالای این شکلی که توی درایه ها ما x یا متغیر داریم. خب بریم حل کنیم. قسمت اول منهای 1 2 ضرب در x 2 1 منهای x. ببینیم قابل انجامه که باید باشه و ماتریس نهاییمون چند در چند میشه. ماتریس اولی ماتریس 1 در 2ه، یعنی یه دونه سطح داره دوتا ستون داره. ماتریس بعدی ماتریس 2 در 2ه، دوتا سطح داره و دوتا ستون داره. خب اینم تا اینجا. حالا ببینیم اگه ضربش کنیم چه اتفاقی براش میفته. یه ماتریس چند در چند میخواد به ما بده. خب ببین میگم که این با این برابره، پس ضربش قابل انجامه، اصلا ما میدونستیم، و جوابش یک ماتریس 1 در 2 میشه. یعنی چی یه ماتریس 1 در 2؟ یعنی ببین این شکلی یه دونه سطر دوتا ستون داره، باید این دوتا رو بریم براش حساب کنیم. خب کاری نداره دیگه، من میام اینجا میگم سطر اول در ستون اول به این شکل. خب سطر اول رو در ستون اول ضرب میکنیم، منهای x به علاوه 2، همجوری که گفتم مینویسم دیگه، منهای x به علاوه 2، منهای 1 در x ضرب شد، 2 هم در 1 ضرب شد. بعدی میام اینو در ستون دومی با ضرب میکنم براتون، منهای 2 منهای 2x، همینجوری مینویسم، منهای 2 منهای 2x. خب این از قسمت اول. تا اینجا این ضرب رو انجام دادیم. خب حالا بریم جواب این رو توی اون آخریه ضرب کنیم. پس میشه منهای x به علاوه 2 و منهای 2 منهای، بذاریم بالاتر بنویسم بعد احتمالا جا لازم داریم، منهای x به علاوه 2 منهای 2 منهای 2x. حالا من اینا رو قاطی نکنیم، من اینا دورشون یه دایره بکشم. یه ماتریس 1 در 2 بود، ضرب داره یه ماتریس 2 در 1 داریم، x 5، یعنی دو تا سطح داره و یه دونه ستون داره. خب حالا میخوایم این ضرب رو انجام بدیم. آیا ضرب قابل انجامه؟ بله، چون این دوتا برابرن و جوابمون چند در چند میشه؟ 1 در 1. ماتریس 1 در 1 مگه ما داریم؟ آره دیگه، یعنی یه ماتریسیه که یه درایه داشته باشه، کلن یه دونه داره. خب من برم اینو حساب کنم. ببین سطر اول در ستون اول یه دونه سطر داره یه دونه ستون داره، ضرب میکنم اینا رو. اینو که در این ضرب کنم، اینجا رو خوب دقت کن، من مینویسم اینو، منفی x2 یعنی در این ضرب شده به علاوه 2x، این دوتای اولی بودن. خب بعد دوباره بعدیشون منهای 10 منهای 10x. این ضرب رو که انجام بدی من خلاصه شو یا ساده شده شو که اینجا بنویسم به این شکل در میاد. من فقط قبلش یه بار دیگه توضیح بدم، اینو که در این ضرب کردم ببین میشه منفی x2 به علاوه 2x، این تا اینجا. اینو که در این ضرب کردم
منفی 10 منهای 10 x. خب سادهش میکنم، منهای x2 2x و منفی 10 x میشه منفی 8 x منهای 10. خب اینم از این که گفته مساویه با صفر باشه. این نکته هم بهت بگم که وقتی ما یه ماتریس یک در یک داریم، اون دیگه حکم عدد رو داره، یعنی دیگه برو اون قسمت براکت رو ازش بردار، دیگه نمیخواد بذاری وقتی یک در یکه. یعنی به چی رسیدیم؟ منهای x2 منهای 8x منهای 10 مساویه با صفر شده. رسیدیم به یک معادله درجه 2، یعنی سوال ترکیب شده با حسابات. خب ببینیم چی از ما میخواد. گفته آلفا بتا ریشه های این معادله هن. یه معادلیت که سوال درجه 2 شد که حالا ما جلوتر درجه 2 رو توضیح میدیم، ولی حالا به هر حال سوال درجه 2 شده. من نکات مربوط به درجه 2 رو اینجا خیلی سریع بگم. اگه آلفا بتا ریشه های معادله باشن، S میشه مجموعشون، اینو باید یادت باشه، که میشد منفی بیام، و پی هم میشد حاصل ضربشون که میشد سیام. و یه فرمولی که باید حفظ میکردی آلفا 2 به علاوه بتا 2 بود که میشد S2 منهای 2P. اینا رو باید از فصل اول حسابانی یک یادت باشه. حالا درست جلوتر من حتما بهتون اینا رو تو درس حسابان میگم، ولی به هر حال خب حالا ببین اینجا بیام S و P رو حساب کنم، چون اینو از من میخواد. S میشه منفی B به روی A، میشه منفی منفی 8 که میشه مثبت 8 به روی A هم که بوده منفی 1، پس میشه منفی 8. و P هم که میشه منفی 10 به روی منفی 1 مساویه با 10 میشه. پس من S و P رو از اینجا حساب کردم و در نتیجه S2 منفی 8 به توان 2 منهای 4 ضرب در 10. خب در نتیجه میشه 64 منهای 40 منهای 2P. ببخشید اینجا رو من اصلاح کنم، 4P نوشتم، منهای 20 که برابر با 44 میشه. جواب میشه گزینه دوم. خب اینم یه سوال مهم، من کنارشم یادداشت کردم براتون که این سوال مهمه. چرا مهمه؟ اول اینکه باید دو تا ضرب ماتریسی انجام بدی. ببین این قسمت ماتریسا یه مقداری بیرحمه، هر کدوم از درایه‌ها رو که اشتباه کردی دیگه کلا تا آخرشم میری، متوجهم نمیشی، سوالم غلط حل میکنی، به جوابم نمیرسی. پس توی این قسمت ها خیلی دقت کن، سوال راحت، روش مشخصه و فقط باید دقت کنی که اینجا اشتباه نکنی. آقا من چجوری اشتباه نکنم؟ برو سوال حل کن، 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا سوال، هر چقدر که لازم داری حل کن، که این سوتیا رو ندی. ببین سوالو بلد نباشی میای بیرون سرت هم بالاست که من سوالا رو بلد نبودم، اصلا برات مهم نیست، تموم میشه میره، یا یه تحلیلم میزنی مثلا برای اینکه صرفا یه کاری کرده باشی. ولی وقتی سوالو بلد باشی بیای بیرون ببینی بعد حل کردی یا اشتباه حل کردی، اصلا داغون میشی. این از اون سوال هست که میای بیرون و حسرتش رو میخوری. حواست به این قسمت و محاسباتش واقعا باشه. تا اینجاش که من ساده کردم و رسیدم به این معادله، ببین این قسمتش مربوط میشد به، بذار من اینجا رو برات مشخص کنم، این قسمتش تا اینجا مربوط میشد به خود هندسه، یعنی ماتریسا رو حساب کردیم رسوندیمش به اینجا. از اینجا به بعد نکاتی رو که برات بالا نوشتم دیگه مربوط شد به معادلات درجه 2، یعنی باید دیگه نکات درجه 2 رو میدونست. حالا باز اگه جاییش و سوال داشتین آخر ساعت ازم، یعنی بعد از این تمرینی که حل میکنم، ازم بپرسید. بریم یه دونه سوال دیگه هم داریم که بازم مربوط به درجه 2 میشه. این قسمت کلا مربوط به درجه 2 ولی نمیتونستم مطالب رو نگم، حداقل میگیم بعد اگه سوالی داشتین از درجه 2 ازم بپرسید. گفته آلفا بتا ریشه های این معادلن، آلفا به روی بتا و علاوه بتا به روی آلفا کدام است؟ پس ما مجبوریم که باز بریم این معادله رو حل کنیم. خب بازم من ترتیب رو رعایت میکنم و انجام میدم به همین شکلی که وجود داره، منهای 1 2
x دو یک یک منهای x صفر منهای یک یک یک. ببینیم ماتریسش چند در چند میشه. این یه ماتریس 1:3 بوده، این یه ماتریس 3:3 بوده و ماتریسش باز یک ماتریس 1:3 خواهد شد. پس این شکلی میشه. خب حالا بریم اینو حسابش کنیم. سطر اول، ستون اول. منهای x به علاوه 2 منهای 1 میشه منهای x به علاوه 1. پس چی شد؟ منهای 1 رو در x ضرب کردم، خب منهای x. اینم 2، اینم منهای 1 میشه مثبت 1. قسمت بعدیش، سطر اول در ستون دوم میشه منهای 2 منهای 2x به علاوه 1، پس میشه منهای 1 منهای 2x. ببین اعدادش شد منهای 2 ضرب به علاوه 1 میشه منهای 1. و مورد آخر، سطر اول در ستون سوم که اینجا میشه منهای 1 0 و 1 که کلا میشه 0. ببین منهای 1 با این میشه منهای 1، 0 و مثبت 1 که کلا میشه 0. و حالا این ضرب رو که انجام دادیم، این قسمت تا اینجا حساب شد. و بریم قسمت آخر، یعنی اون ضرب رو انجام بدیم، به این شکل در میاد. من اینجا باز کوچیک‌تر بنویسم چون آخر سر محاسبات داریم. اینجا میشه منفی x به علاوه 1. اینجا منفی 1 منهای 2x و اینجا هم 0. ضرب شده در x 2 و 1. ببینیم نتیجه چند در چند میشه. این یه ماتریس 1:3 بوده، اینم یه ماتریس 3:1 بوده. مشابه تست قبلی میشه یک ماتریس 1:1، یعنی فقط یه جواب داره که مساوی با 0 شد. خب بریم ضرب کنیم این سطر در این ستونه. میشه منفی x 2 به علاوه x. خب بعدی رو که ضرب کنم منهای 2 منهای 4x و آخری هم که صفر داره میشه صفر دیگه، اصلا نمی‌نویسم. خب در نتیجه سادهش میکنم، میشه منفی x2 منهای 3x منهای 2 مساوی با صفر شده. خب حالا اینو من حساب کردم. ببین من باز s و p رو حساب میکنم. sش میشه منفی 3، p برابر با 2 میشه، منفی b اوم و c اوم. خب حالا بعد اینو حساب کنم. ببین اینو حساب کنم، یه مخرج مشترک اگه بگیرم مشکلم حل میشه. آلفا بتا ضرب کنم آلفا 2 به علاوه بتا 2. خب الان دیگه مشخصه دیگه، پایین میشه p، بالا هم میشه s2 منهای 2p. چیزایی بود که توی تست قبلی هم براتون گفتم. خب حالا اسمون بوده 3 که میشه 9 منهای 4 به روی اینجا هم که میشه پیمون بوده 2. خب 9 منهای 4 میشه 5، 5 تقسیم بر 2 همون 5 دوم میشه که جواب میشه گزینه دوم. اینم یه سوال خفن و از اون سوال هست که حتما تو آزمون آزمایشی میاد و از اون هست که بخونی راحت میتونی جوابشو بدی. خیلی خب، اینم از سوال مربوط به شرکت پذیری ضرب ها و سوالاتی که انگاری توی معادلات به ما بر حسب x میده. خب اینم از این. اگه دوستان کسی سوالی داره ازم بپرسه، که فکر میکنم برای این جلسه هم تا همینجا کافی باشه. من ببینم آره تا همینجا باشه، بقیه نکات رو انشالله میذاریم برای جلسه بعد. حالا اگه سوالی از هر جایی که توی ماتریس ها دارین، حتی از همون جمع و تفریق ها، هر جا که سوال دارین بپرسین که من جوابو بدم. یا اگه جای شک دارین یا لازمه که یه سوالی بیشتر براتون کار کنم، من در خدمتتونم.
دوستای کنکوری من سوالی چیزی ندارین؟ خیلی هم عالی. خب ببینید برای این جلسه کافیه فکر میکنم، چون خیلی مطالب زیاد شد و ما اصل اون نکات و درسمون بیشتر روی همون ضرب ماتریس ها بود. انشالله باز جلسه بعدیمون هفته آینده است. توی این هفته من حتما ظرف همین امروز فردا، امروز که حالا دیگه فکر نمی کنم، ولی فردا براتون سوالات مربوط به این قسمت رو میذارم. سوالای خود جزوه رو خوب کار کنین و توی اون جلسه، توی اون گروه رفع اشکالی هم که براتون فکر می کنم اضافه کردن، اگه اضافه نشدین با مؤسسه صحبت کنین، هماهنگ کنین که توی اون گروه اضافتون کنن، سوالاتون ازم بپرسین، تمرینایی که حالا اینجا شاید بعضیاشو براتون حل نکردم ولی حتما جوابشون رو لازم داریم حل کنیم، اونجا به اشتراک بذارین که من ببینم. و کلا هر سوال دیگه هم از این قسمت ها بود به هر حال بپرسین که بنده جوابتون رو میدم. و نکته بعدی اینه که تمرینا رو خوب حل کنین و انشالله که به یک جنبندی برسیم، من یه آزمونک هم ازتون خواهم گرفت و نتیجه رو ببینیم که چه جوریه. خب مرسی از توجهتون. جلسه دوم هندسه‌مون هم تموم شد. انشالله باز تو جلسه بعدی من یه سری نکات دیگه مونده از درس اول ماتریس ها اونم میگم و بعدا دیگه وارد مبحث دترمینان خواهیم شد. خب انشالله که باز جلسه بعدی همتون رو ببینم، پر انرژی مطالبم که خونده باشین و آماده باشین برای مطالب جدید. براتون هفته خوبی رو آرزو دارم. انشالله که سالم و تندرست باشین و از این اوضاع و این شرایط ویروس و بیماری هم در امان باشین. باز انشالله تو جلسه آینده شما رو خواهم دید. در پناه خدا باشین. شبتون بخیر.